آقا سلام، چطوری؟ امیدوارم کارتون خوب باشه. به یک ویدیو دیگه با من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به ترم اولی صحبت بکنم که چیکارای بکنن چیکارای نکنن، کلا راجع به ترم اولی که چه توصیه‌ای بهشون داریم و اینا. پس بریم که با دوستان و بچه‌ها صحبت بکنیم و راجع بهش یه ویدیو داشته باشیم. توصیت به ترم اولیه که میان تو دانشگاه چیه؟ چیکارای بکنن چیکار نکنن؟ در روز اول لطفا اگر برای ثبت نام با والدینتون تشریف میارید، با والدینتون به وارد کلاس نشینید. خیلی زشته، بچه‌ها زشته واقعا. زنم دست آقایون لطفا کوچه اول نپوشین. میگه پزشکی قبول شدی. چیز خاص نیفته تو زندگی. پزشکی خیلی قبول شده. حالا کلا غیر پزشکی هم دیگه. کوچه اول نپوشید. اگر پوشیدید با کفش کتونی سفید نپوشید. دختران لطفا آرایشتون رو به حد اوکی باشین. نه خیلی نه خیلی. چیزی باشه، متوسطی باشه، ترجیحاً اصلاح کرده باشید با سیبی وارد دانشگاه نشید. دیگه روز اول بعد برید یه دور یه جاهایی رو امضا کنید. از قبل برید دفتر سند نمیدونم چیه، اسمش بلد نیستم. پیشخان؟ ولی برید اونجا نه. محضر، آفرین، صد امتیاز مثبت. اگر برید محضر، اونا خودشون میدونن که شما به دانشگاه قبول شدین چه چیزایی لازم دارید که مثلا امضا کنید. برید اونو بگید، کارتون خیلی بیشتر راه میفته. بعد 7 سال پزشکی خیلی طولانیه. گفتن به من نگم اینو، ولی سعی کنید رمل نزنید چون بعدا همکارتون میشه، هی میخوای مثلا اون ورا نگاه کنی یا رو نبینی و اینا، خیلی بد میشه. کلا به نظر من تو رشته غیر پزشکی هم ترم اول رل نزنم. ببین تو پزشکی قفله، اصلا سعی کنید توی سیستم پزشکی رل نزنید. نهایتا خواستید بزنید اینترن بودید با رزیدنتاتون که اونم بدبخت میشید، میفتید تو همون دانشگاه رزیدنتی قبول میشید. نه کلا تو سیستم پزشکی رل نزنید. خب تا قبل از پر ازدواج نکنید. بعد کاری که لازم نیست این کتاب احمقان کتابخانه رفرنس رو لطفا نخرید. تو علوم پایه اصلا نرید پولتون رو خرج کنید. سیب سبز بگیرین، فکر کنم سیب سبز. بعد دیگه نمونه سوال با سالوالیاتون لینک بشین، نمونه سوالاشونو بگیرید. جزوه رو سالوالیا دارن، هی وقت نذارید جزوه رو بنویسید، جزوه رو پرینت کنید. اگه یه نکته بیشتر گفت که خیلی وارد ندید، استاد همونا رو میگن، اونو اضافه بکنید تو نمونه سوالای استادا رو بخونید برای امتحان. معمولا از همونه، یعنی شاید همونو ندن ولی راجع به همون موضوع دارن مثلا دوباره سوال میدن و اینا. کلا تو اون پای سعی نکنید حالا خیلی بیست باشین و اینا، به نظرم خیلی اهمیت نداره. تو میگم این فقط راجع به پزشکی ها نیست، راجع به پزشکی نیست، راجع به هر رشته دیگه یعنی هستید سعی کنید چند بعدی باشید. واقعا دارم میگم بعد دیگه‌تون رو تقویت کنید. فایزه داره پشت دوربین می‌خنده، من نگاهش رو می‌کنم خندم. بر بعدی بعدای دیگه‌تون رو داشته باشین، دیگه‌تون رو داشته باشین، سعی کنید رو خودتون کار بکنید. نه که حالا مثل مدرسه نیست که حالا فقط درس بخونم و فلان و اینا نیست. گواهی نامه‌تون رو همون اول بگیرید. قضیه میاد سعید سالیشون بایشون ندارم، ولی همه گواهی نامه‌ش نگرفتن. یه خواهر جونم باید به کلاس زبان برید، بچه های خوبی باشین، دست و دماغتون نکنید سر کلاس، دماغتون رو زیر میز نزنید. چی باید بگم آقا؟ دست شما درد نکنید. این مقمه هم میگن نباید سرتون کنید، ولی خیلی گزینه خوبیه چون چروک نمیشه، باید بچه های معلم عربی هم میشه. بای بای مرسی. دکتر آخرین نظر دبلیو اچ بچه پزشکی روز اول دانشگاه پزشکی ترم اول چیه؟ از بس که من برای درست کردن هر ویدیو کلاسم توی دبلیو اچ و پابمد و اینا اینا در منو بستری میکنم. بیا 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 بیا. خب سوال بود، چند تا مقاله خوندید راجع به نظرتون رو میدید؟ من میخواستم از تجربیاتتون دست کم 1000 تا ویدیو واقعا میشه خیلی خوب این نظر. ویدیو مثلا قضا میخوره پای لپتاپ ما داریم فیلم میبینیم، میگیم چی کار میکنم؟ یه مقاله جدید آپلود ببینم چی؟ به صفحش بزنه. خدا یه همچین دوستایی با آدم بده. توصیت به ترم اولیه چیه؟ چی کار بکنن؟ چی کار نکنن؟ آقا من خیلی هاشو از ریحانه شنیدم. به نظرم باید ما تو دو تا دقیقه جدا میذاشتی که مثلا ذهن من نره سمت چیزایی که ریحانه گفت. آقا توصیه هم به ترم اولی ها اینه که خیلی حالا نمیخواد درس خوندن رو جدی بگیرین و برید مثلا صبح تا شب خودتون رو بند کنین تو کتاب خونه. اتفاقا
اون سالای اولی که دانشجو هستین خیلی فرصت بهتری که روی بودای دیگه‌تون کار کنین، مثلا کتاب بخونین رو. خب دکتر اینا رو ذکر کردن، لطفا نکات جدید دارید وقت ما رو میگیرید کار بکنین. من اگه برگردم عقب، چون من یه رشته دیگه هم خوندم، از همون اولش مقاله نوشتن رو شروع می‌کنم. یعنی که شما اون 4 سال درستون یا 7 سال پزشکیتون که تموم میشه، بتونین بگین که من یه همچین سی وی دارم، یه همچین رزومه‌ای دارم، مثلا این همه مقاله کار کردم. زبانتون رو تقویت کنین، چون همه چیز فقط اون رشته‌ای که می‌خونین نیست. باید مثلا بعد از 4 سال بتونین بگین من کی هستم. با چی می‌تونین بگین من کی هستم؟ با اون رزومه‌ای که درست کردین. دومین چیزی که نظر من خوندن یه رشته مهمه اینه که شما دنبال مثلا آپدیت ترین تکنولوژی های مربوط به اون رشته تون باشید. مثلا اگه پزشکی میخواین ببینید چه دستگاه هایی داره اختراع میشه، مثلا هر سال چون عرب هلس میذارن، ایران هلس میذارن، مثلا جای دیگه میذارن، حداقل اگه نمیتونیم بریم ماها، مثلا اگه بروشورش رو بگیریم بخونیم، یا چه میدونم یه سرچ بکنیم که ببینیم مثلا چیا هستشون، خیلی توی ویژنتون، توی دیدگاهی که دارین به رشتهتون خیلی تاثیر میذاره. هر چقدر که حرفای ریحانه مثلا طنز شد و مسخره بازی شد، حرفای من جدی شد و مثلا مخصوصا درس خوندن و رشته، حالا هر کی ندونه مثلا من خیلی موفقم تو این زمینه، ولی خب چیزایی بود که خودم خیلی بهشون فکر کردم. یه کاری که من خیلی دوست داشتم تو خوندن رشته، چه الان چه رشته قبلی، این بود که رفتم بیوگرافی آدمایی که توی رشتم موفقن رو خوندم. بعد دیدم که مثلا چقدر تلاش کردن تو یه چیزی اثبات شده، چقدر مثلا یه نفر عمرش رو گذاشته تا مثلا به یه فکت علمی برسه. بین این بیوگرافی ها رو بخونین، هم بهتون انگیزه میده، هم یه وقتی که مثلا خسته این حسن نداریم با خودتون میگین که مثلا ببین فلان چه کاری کرد و اینا. این هم خوشم میاد. یه چیزی که خطرناکه که تو ترمای اول اینه که خب بچه ها مثلا تجربه استقلال نداشتن دیگه، حالا یه سریشون میان خونه، یه سریشون میان خوابگاه میگیرن، یه استقلالی رو احساس میکنن، بعد اون استقلال خیلی مزه میده، خیلی خوشمزه است. حواستون باشه که توی این استقلاله سراغ چیزایی که راه برگشت ندارن نریم، مثلا سراغ دراگ نریم، سراغ مثلا قمار نریم. ببینی بچه هم یه جوی را میفته که من خودم اینو بارها دیدم، مثلا نمیخوای فلان کارو کنی، مثلا نمیخوای فلان چیزو امتحان کنی، بابا بی خیال دیگه، مثلا بزرگ شدی اومدی دانشگاه. با همین امتحانای کوچولو کوچولو یه ذره یه ذره شما بعد از یه مدت یا میبینی سیگاری شدین یا الکلی شدین یا دراگ باز شدین. خیلی مواظب این داستان باشین. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. فکتلی، قبلش شما هم دست بزن. از طرف دبیرستان هم دست بزنم. من از طرف دبیرستان، یعنی که هیچ کس اندازه شما مقالاتو ما رو مرور نمی‌کنه خانم. هیچ احدی، چه احدی، واقعا از شما دست بزنم. من عمرم رو گذاشتم تو این چیزا، از من هیچ بریم. آقا من میخوام یه چیز دیگه بگم. معایب ریل زدن تو ترمای اول. وقتی که ترم اول میای دانشگاه، مثلا فکر می‌کنی وای این دیگه مثلا نفر آخری شده، صدتوری شده نشون میکنه. مثلا خدا خواستی که تو بیا این دانشگاه که با این آدم آشنا بشی، یا مثلا ازدواج کنی، یا ریل بزنی فلان. به این فکر کنید که شما اگه چند تا تست و بالا پایین میزدین یه دانشگاه دیگه بودین، مثلا آدم ها نمیدین. اول این، بعد دوم این که این نمیشه همه درست وقت مثلا اینکه من همین لحظه دیدمه، اینکه من اون تست رو درست دادم. بعد از یه مدت که میبینین نه بابا اون آدم مثلا چون که ترم اول بود و خیلی جوگیر بودین ازش خوشتون اومده بود، بعد دیگه مجبورین تا سالیان سال اینو تعامل کنین ببینین وقتی باش کات میکنین. این هم سخته، بده و جالب نیست، اصلا یه حس بدی بهتون میده. اینکه میخواین با کسی ریل بزنین تو دانشگاه، اول اینکه توصیه من که اصلا نزنین، دوم هم که اگه میخواین بزنین دو سه ترم لطفاً صبوری کنین. دقیقاً. یا نزنید یا کم بزنید. بعضی سرعت اولشون هم بالاست. میدونی چی میگم؟ خیلی سریعه. سریع اول میکنه. من منظورم اصلا بچه‌ای که مثلا کم اذیت میشن، ولی بچه‌ای که ماشاءالله به سرعت بالا یه دوست عزیزی بود ریدا، ما پارسال ولنتاین تو پاویون فهمیدیم همه اون پیامایی که به محمدا به اینم میداد به اونم خیلی خوش گذشت. دوستانی که داری ترم اول با تمام قوا وارد میشید، آقایون، این خانمای چند سال دیگه همه تو پاویون جمع شن، پیاماتون رو میذارم وسط زشت رو نکنید. او همه چی گفتین دیگه. خب چیزایی که خودم به ذهنم میرسه همین ریل زدن است، این که اصلا کنسل واقعا این کار نکنید. دومین چیزی که همه سینه سوختن بچه‌ها چیز دیگه که به نظر من توی رفاقت و دوستی با آدم های مختلف سریع اکیپ نشین. خب یعنی سریع نه یه گروهی تشکیل بدین و مثلا یه فکر کنین فابتون و اینا، چون که معمولا اکیپ و گروه ها بو پا میدن معمولا گروه های دانشگاه. ریحانه نه اینقدر ویدو خب
نظر من تو همون روزه اول ترمه اول که شناختی نسبت به آدم و بقیه بچه کلاستون نداری، سریع یه سری کلونی و اکیپای خیلی گنده گنده تشکیل ندیم به آدم ها اعتماد کنید و اینا. چون من خیلی دیدم بچه ها ترمه اول هرچی که میره مثلا ترم بالا تر میره هی این دوستی ها کمرنگ هم چایی بیشتر هم دیگر میشناسن و اینا، پس هم اول کار دوستی داشته باشید، یعنی با آدم ها اعتماد برقرار کنید دوست بشید و اینا، ولی خب لازم نیست که خیلی مثلا دوست صمیمیتون باشون برخورد بکنید، بذار یه کوچولو بگذره و حالا همدیگر بیشتر بشناسیم. یه چیز دیگه که خیلی رو مخ منه به نظر من خیلی کار چیپیه، تو دانشکده بین آنتراپا بیاین مثلا سیگار بکشین، سیستم مثلا خیلی آدم خفن و آدم بلو گرفتن داشته باشین، اینا به نظر من چیز نیست. یه چیز دیگه این که شاخ بازی دارم به نظر من این قضیه خیلی داغونه، چون مثلا ترمای اول چون بچه‌ها همدیگر نمی‌شناسن مثلا بعضی برای اینکه جلب توجه کنن یا مثلا خودشون محبوب‌تر نشون بدن مثلا میان اگزاجره نشون میدن، چیزی که اصلا خودشون نیستن، واقعیشون نیست. بعد یکم که مثلا ترمای میره بالاتر بعد کاملا متوجه میشن که آقا این تو خود واقعی نبود، چرا همش ادا در می‌آوردی بلوف می‌زدی چه خانم گفتم. اینا به نظر من خیلی زایو ترنافه. دخترا و پسرا لطفا سر گروه بندی یا اینکه تو گروه کدوم دختر یا پسر باشی با هم دیگه و زیرا به همدیگر رو نزنید، اصلا هیچ اهمیتی نداره که تو با اون پسر یا با اون دختر تو فلان گروه و مثلا فلان که دوست داری نباشی، مثلا من واقعا مهم نیستش. یه چیز دیگه هم بهتون بگم که رو مخ خود من بود توی این دانشگاه، جزوه هاتون رو به همدیگه بدین، خلاصه هاتون رو به همدیگه بدین، جزوه که میزید به بقیه بدین. من یادم قشنگ تو کلاسمون یه سری از بچه ها بودن جزوه میبشتن خلاصه میبشتن بعد به بقیه نمیدادن. چرا؟ جزوه هاشونو جزوه هاتون رو به بقیه بدین، جزوه هاتون رو بعدا نگید فائزه اینو گفته، فائزه گفت جزوه هاتون رو به بقیه بدید، حرف در نیارید فراخان دکتر. بعد یه چیز دیگه این که لطفا لقب و اسم رو بقیه نذارید. من اینم زیاد دیدم که مثلا اسم و لقب و اسم دارم بقیه بنظرم خیلی کار مثلا چه اسمی؟ مسخره و مزخرفیه. و عذر میخوام دکتر منظورتون چیه؟ لقب مگه؟ خیلی لقب میذارم مثلا میگم فلانی مثلا. بعد خانم دکتر خوش اصلا لقب رو کسی نمیذاره اصلا. یه چیز دیگه که من از من توصیه میکنم توصیه الفائده بالمردمان ترم الیک توصیه میکنم بهتون که از همون ترم اول مستقل بشین، دستتون برید تو جیب خودتون. خب مثلا ترم اول یارو فقط میتونه چی کار بکنه؟ هیچی، از فرصتاتون استفاده کنید بیشتر اشغال کنید. آخه گفتی دستت بعد بری تو جیب خودت، اونجوری که بعد دستت بری تو جیب بابا یه ذره اشتباه شد جیب کارم بکنید. بله بله. بعد خانم دکتر با این مانتو میشه اومد دانشگاه؟ دانشگاه ما آره دانشگاه دیگر توصیه خانم دکتر دانشگاه ما هم نمیذارم به خدا الان نمیشناسن اتون. لطفا نه اینجوری. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که دوستتون دوستش داشته باشین. منو خیلی دوست داشته باشین. تا ویدیو بعدی خدافظ. بچه‌ها منو چون نمی‌بینید من سایه‌مو نشون میدم. این دوربینشو بلد نیستم ولی خدافظ.